بارون آوردم شیرینی خوام، بارون آوردیم شیرینی خوام. حالا نوروز یاران، ای فردا نوروز یاران، بیانم را ببینم دنیا چند روز یاران. ما احتیاج داریم به 1 کیلو آرد نخودچی، 0.5 کیلو پودر شکر، 0.5 کیلو روغن جامد و 1 قاشق غذاخوری پودر هل. شما میتونید 100 گرم از آرد نخودچیتون رو کم کنید و به اون 100 گرم آرد برنج اضافه کنید. آرد برنج شیرینیتون رو ترتر میکنه. مقدار هلم بستگی به ذائقه خودتون داره. میتونید مثلا نصف قاشق بیشتر اضافه کنید. خب اون مقدار دستوری که بهتون گفتم حدود 400 تا دونه شیرینی بهتون میده. شما برای مصرف خونگی میتونید مقدارش رو به 1/4 کاهش بدید. خب ما اول روغن جامد پودر شکر و هل رو توی میکسر با هم خوب میزنیم. خب توی این مرحله آرد هامون رو اضافه میکنیم و اونو خوب میزنیم. بهتره که شما از پره خمیرگیر همزمانتون استفاده کنین. خمیر رو خوب میزنیم تا قشنگ با هم جفت بشه. بعد از اینکه خمیر جفت شد اون رو حدود 1 ساعت استراحت میدیم و بعد قالب میزنیم. خب خمیرمون آماده شد، به این شکل در اومد. نون خودشی خمیر خیلی منسجمی نداره، همینطور که میبینید حالت پودری داره. هر چقدر اینو بیشتر ورز بدین بیشتر به هم جفت میشه. اگر دیدید که نمیتونید باهاش کار کنید میتونید حدود 40-30-40 گرم بهش روغن جامد دیگه اضافه کنید، ولی من ترجیح نمیدم که این کارو بکنم به خاطر اینکه اینجوری کیفیتش بهتر میشه. برای تزیینش هم یه مقدار زعفران آب کرده احتیاج داریم. من از این قالب استفاده میکنم، شما از هر قالبی که دوست داشتین میتونید استفاده کنین. کف قالبمون کاغذ میندازیم و اونو قالب میزنیم. خب خمیرمون رو به این صورت پهن میکنیم حدود 1 سانت و بعد اون رو قالب میزنیم. برای تزیینش هم همونطور که بهتون گفتم میتونید از زعفران آب شده استفاده کنین. فقط باید خیلی غلیظ اون رو درست کنین که بعد از اینکه میپزه رنگش از بین نره. خب شیرینی رو میذاریم توی فر 170 حدود 15 تا 20 دقیقه بپزه. خیلی حواستون باید باشه این شیرینی زود میسوزه. فرم 10 دقیقه قبل حتما روشن کنید. خب شیرینی خودشون آماده شده، فقط برای انتقالش توی ظرف باید بذارید کاملا خنک بشه. امیدوارم که لذت برده باشید. مرسی. ای
بله. مواد اولیه‌اش چیه؟ بله، مواد اولیه‌اش من میگم خدمت خانوما، کره مخصوص قنادی یا روغن صاف قنادی هست که توی لوازم قنادی‌ها میتونه استفاده بکنم، 125 گرم. با روغن جامد متفاوته؟ بله، روغن جامد عادی متفاوت هست. این روغن مخصوص قنادی هست که برای شیرینی استفاده میشه. آرد نخوچی مرغوب 250 گرم. یعنی باید دو برابر روغن باشه. این مقدار خیلی باید تعادل داشته باشه. اگر این مقدار کم و زیاد بشه شیرینی خراب میشه. اصلا این خاصیت شیرین ها و کیک هاست که بله. مواد اولیه‌شون دقیقاً باید به اندازه باشه. پودر قند یعنی شکر نباید باشه، حتما باید پودر قند دوبار آسیاب شده باشه. بله. که اندازه 200 گرم ما استفاده میکنیم، حتی میتونیم کمتر هم استفاده بکنیم. که این هم حتما باید از لوازم قنادی، بله، از لوازم قنادی استفاده بشه. ما این تو این 250 گرم آردی که داشتیم میتونیم 200 گرم از آرد نخوچی استفاده و 50 گرم آرد سفید استفاده بکنیم. یه مقدار پودر پسته برای تزیین هست و چون که ما از پودر هل استفاده میکنیم برای تمدهی این شیرینی، چون که پودر هل یه مقدار حالا هل خیلی گرون هست، ما از اسانس هل استفاده میکنیم. بله. و اسانس زعفرون. پسته هم خیلی گرونه ها، به جای پودر پسته میشه چیز دیگه استفاده. خب حالا ساده دیگه بعد درست دیگه از بله از دونه های خرفه میشه استفاده کرد که برای تزیینش هست و از انواع قالب ها برای استفاده کردن برای قالب زدن این شیرینی. بسیار. اگر اجازه بدی من کارو خواهش دنبال میکنم. بخواهم در خدمتون هستیم. خب اول کار ما این کره قنادیمون رو با پودر قندمون با همزن میزنیم تا کرم رنگ بشه. نباید آب بشه روغن؟ اصلا این باید طوری باشه که کرم رنگ بشه. چون از تخم مرغ، شیر یا موادی که زود فاسد میشن استفاده توش نمیشه، ماندگاری بالایی داره. به خاطر همین تو همین هنگی که داریم ما این کره و این کره و پودر قند رو اضافه میکنیم، میتونیم از اسانسمون استفاده بکنیم. گفتیم ما از اسانس هل استفاده میکنیم که در حد چند قطره کافی هست و اسانس زعفرون. برای شیرینی لازم نیست ما آردمون رو سه بار الک بکنیم، یه بار الک بکنیم کافی هست. ولی برای کیک باید بله برای کیک حتما باید سه بار الک بشه به خاطر پف کیک هست. این خمیر ما 24 ساعت میتونه استراحت داشته باشه، یعنی شما امروز میتونید اینو آماده بکنید و فردا اینو قالب بزنید و توی فر قرار بدید. توی کیفیتش تاثیرگذاره، خیلی تاثیر داره، چون که یه شیرینی هست که ماندگاری بالایی داره. خب ما اینو به این شکل وسط ظرف جمع میکنیم و شروع میکنیم به اضافه کردن آرد نخوچی. ابتدا با لیستک مخلوط میکنیم تا اونجایی که بشه و بعد با دست ورز میدیم. لطافت این خمیر باید حتما زیر انگشت دست حس بشه، به خاطر همین باید اکثر شیرینی‌های سنتی ایران حتما باید با دست ورز داده بشن. کم کم آرد رو اضافه میکنم دیگه، دفعه اضافهش نمیکنم دیگه. اینجا من از دست استفاده میکنم چون که خواهش میکنم. پس خانم های عزیز که توی خونه فرصت دارن از 24 ساعت قبل خمیر رو آماده میکنن و بعد چند نمونه شیرینی هست، شیرینی هایی که ماندگاری بالایی دارن و برای عید نوروز استفاده میشن، معمولا باید استراحت داشته باشن و این استراحتشون از 1 ساعت تا 24 ساعت در محیط آشپزخانه. بله. توی نایلون گذاشته بشه و توی محیط آشپزخانه استراحت داشته باشن. خب ببینید تو این قسمت این خمیر نباید به دست بچسبه. ما گفتیم 50 گرم آرد سفیدم داشتیم
که بین 2 تا 4 قاشق غذاخوری هست. اینو کم کم اضافه میکنیم که خمیرمون سفت نشه. بیش از اندازه هم این خمیر رو ورز نمیدیم، چون ما از کره استفاده میکنیم. اگر بیش از اندازه ورز داده بشه این خمیر به روغن میفته. پس این خمیر نباید روغن پس بده. چند دقیقه باید ورزش بدن خانم شهرزاد؟ اینم بین 3 تا 5 دقیقه تا من الان ورز دادش رو خدمت شما نشون میدم. موقعی هست که این خمیر خیلی نباید یک دستم بشه، چون ما موقعی که میخوایم اینو قالب بزنیم اینو با وردن پهن میکنیم. ببینید در این حالت این خمیر ما آماده است. ببینید میگم این کیفیت این زیر دست باید بیاد. اگر سفتر از این بشه پودر میشه و اگر شل باشه توی سینی پخ میشه. ببینید این قسمت این فوتوفن شیرینی ها همینه خانم شهبازی. بعضیا میگن بله. مثلا ما توی خونه درست میکنیم اونطور که باید و شاید درست تر میاد. خب بار اول ما هیچ انتظاری نداریم که خانوما حالا کیفیت خیلی بالایی درست بکنن. خانوما یکی دو بار که استفاده بکنن درست بکنن بر اثر تجربه بله اینا دیگه دستشون میاد که مقدار بعد کیفیت مواد خیلی تاثیر داره. به خصوص آرد توی شیرینی ها خیلی تاثیر داره و همچنین روغن قنایش. آرد درجه 1 رو انتخاب. بله آردشون باید حتما کیفیت داشته باشه، تازگی داشته باشه. خب اگر که خانم‌ها دقت بکنن و همکارا نشون بدن ببینیم کیفیت مواد ما به این حالت که رسید دیگه خمیر ما برای استراحت آماده است. ببینیم بیم شرست. خانم شهبازی من میبینم که اجاق گاز رو روشن کردیم. نه اون همینطوری برای نه کار خاصی نداره. اون همینطوری درست چون گفتم محیط نه هیچ کار خاصی نداره. ما اینو یه مقدار استراحت میدیم و تو بخش بعدی من اینو قالب میزنم و توی سینی از قبل چرب شده چرب نمی کنیم، کاغذ انداخته بذاریم و دمای فر. بسیار عالی. خب ما تا این قسمت از کار پیش رفتیم که موادمون رو آماده کردیم، استراحت دادیم، گفتیم که این مواد تا 24 ساعت میتونه استراحت داشته باشه. این مواد به این مقدار از این قسمت ما استراحت دادیم. ما مواد رو بین 2 تا نایلون پهن میکنیم به قطر 0.5 الی 1 سانت. این قسمت من خدمت خانوما بگم اگه که خب سوالاتتون هم اگه بگه من پاسخگو هستم برای 936 خانم شهبازی 5205 گفتن که میشه به جای روغن قنادی از کره گیاهی استفاده کرد؟ خب یه مقدار چون شیرینی ها حساس هست بهتر که از همون روغن یا کره قنادی، یعنی کره 50 که میگن توی قنادی استفاده میشه استفاده بکنن که مقدار شیرینی ما دچار مشکل نشه اگر که این کارو بکنن. خب ما برای اینا به همین مقدار 0.5 الی 1 سانت پهن میکنیم با وردنه. برای راحتی کار ما پودر پسته یا خرفه، حالا فرق نمیکنه خانم اون دیگه سلیقه‌ای هست. اینا به توان مالیش بله دیگه، حالا ما به خانم ما میگیم که اینا یه مقدار یه کوچولو روش وردنه میزنیم و با انواع قالبایی که توی بازار هست که معمولا قالب استاندارد شیرینی، حالا شیرینی خوشی به این شکل است، اینو ما قالب میزنیم. بله و توی سینی که از قبل کاغذ انداختیم و چرب نمی کنیم چون این شیرینی خود چربی داره بله. و اینو توی سینی میذاریم. توی فر با دمای 165 و به مدت 14 دقیقه. بله. اینو ما قرار میدیم. نمیدونم چه سری در کاره که بعضی از چیزها اصلا قدیمی نمیشن، از جمله شیرینی نخودچی. خانم شهبازی همچنان بعد از سالها که ایرانی ها این شیرینی رو درست کردن باز هم سر سفرهامون خیلی مزه میده و خاطرات خیلی خوبی از این شیرینی ها داریم. مواد لازم برای تهیه شیرینی نخودچی: آرد نخودچی 3.25 پیمانه، آرد سفید 1.25 پیمانه، پودر قند 1.25 پیمانه، روغن 1.25 پیمانه، هل 1 قاشق سوپخوری. روغن رو توی ظرفمون میریزیم، پودر قند رو بهش اضافه میکنیم و با همدان شروع میکنیم به زدن تا سبک بشه. خب
ببینید پودر قندمون رو با روغن انقدر زدیم که حالت سفیدی به خودش گرفت. آرد سفیدمون رو با آرد نخودچیمون قاطی میکنیم و اینو سه دفعه علک میکنیم. دو تا آرد وقتی با هم دیگه قاطی میشه یه حالت هوادهی به آردا میده و هم شیرینی ها پوچ میشه و این که با قول ما رو از نظر کیفیتی کیفیت شیرینی رو میبره بالا. پودر هلمون رو به موادمون اضافه میکنیم، با همزن شروع میکنیم بزدن. و شروع میکنیم کم کم آرد نخودچی و آرد سفیدمونو که سه بار علک کردیم به موادمون اضافه میکنیم. ما آرد نخودچی رو تا دو هفته میتونیم توی ظرف دربسته توی جای خنک نگهداری کنیم. یه شیرینی سنتی فوق العاده خوشمزه است. شیرینی آرد نخودچی رو از یک شب قبل آماده میکنن، توی یخچال میذارنش تا کیفیت مطلوب تری بده. خمیرمون رو یه دو ساعت گذاشتیم برای استراحت، بعد در میاریم یه مقدار ماساژش میدیم و روی صفحه های سیلیکونی که اگر داشته باشین، روی صفحه سیلیکونی باشه بهتر، اگر هم نداشته باشید کف جایی که کار میکنید و یکم آرد پاچی کنید و شیرینیتون رو باز کنید با وردنه. قطر این شیرینی 1 سانت باید باشه. میتونید از قالبای نخودچی استفاده بکنید که معمولا توی بازارم هست. اینا قالبای سنتیه. من شیرینی ها رو قالب زدم، روی اینا رو با زعفرون یه تزیین کوچولو میکنم و روی زعفرونا رو یه مقدار خلال پسته میزنم. دمای فرمون 175 به مدت 10 دقیقه تا یه ربع. شیرینی آرد نخودچی ما آماده شد. بعد که از توی فر درش آوردیم گذاشتیم که کاملا این شیرینی ها سرد شد و الان اینا رو میچینیم. شیرینی آرد نخودچی ما آماده شد. امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید. بله، آموزش امروز هم تقدیم کنم خدمت همه عزیزان. البته شیرینی نخودچی شیرینی بسیار سنتی است و در موادش در دسترس همه نه، فقط یک مقدار در واقع قلقای خاص خودش حتما داره که سعی کنم که به دقت خدمت عزیزان بیان بکنم. مواد لازم برای شیرینی نخودچی: روغن جامد آشپزخانه 250 گرم، پودر قند 200 گرم، آرد نخودچی مرغوب 400 گرم، آرد گندم 100 گرم، پودر هل 1 قاشق چای خوری،
خلال پسته مقداری برای تزیین. خب موادش خانم جهانی عزیز همونطوری که خدمت شما گفتم بسیار ساده ایست. برای شروع کار اما روغن جامد آشپزخانه احتیاج داریم. روغن جامد آشپزخانه من در داخل کاسه همزن قرار دهم و باید از روغن در واقع سعی کنیم اگر که از ظرف روغن خیمی امین روغن استفاده بکنیم، اگر قسمت هایی از امین روغن در داخل اون ظرف روغن مایه ایسه اون قسمت ها سعی بکنیم استفاده نکنیم، از قسمت جامدش حتما استفاده بکنیم. روغن در داخل کاسه همزن به مدت 2 دقیقه زنیم با به کمک همزن تا بافتش کاملا باز بود و بعد پودر قندیه که حتما 2 مرتبه علک بکنیم کاملا حریر ببه و کاملا گلوله ای اصلا در داخلش وجود نداشته به داخل روغن اضافه به و حدود 20 تا 25 دقیقه باید با همزن زده ببه تا کاملا حالت سفید و خامه‌ای به خودش بگیره. خانم نوروز جان قبل از اینکه حالا دکمه همزن رو بزنید و شروع به کار بکنید، شما بفرمایید قسمت مایه‌ای که روغن جامد داره از اون قسمت مایش استفاده می‌کنیم و از قسمت جامدش فقط استفاده بله. سعی بکنیم روغنی که استفاده کنیم از قسمت جامدش به قسمت مایش استفاده نکنیم. با اجازه شما من همزن باید روشن کنم. یک مقداری که بافت روغن بازبوسی همین پودر قند اضافه کنیم و به مدت 20 تا 25 دقیقه با هم زنیم تا کاملا حالت سفید و خامه‌ای به خودش بگیره. توجه به زیغ وقتی که همان در قسمت داریم فرض برگیریم که در واقع امی کار به صورت کاملا همزن امی روغن و پودر قند زده ببسته بعد از منزل اگه وقت کافی بذاشتیم حتما باید به مدت 20 ساده یعنی اصلا از زدن خیلی کم ایسه باید به مدت کاملا سفید رنگ به شما کاملا احساس کنید که شمی روغن سبک به و پر از در واقع حباب های هوا در داخلش به. بعد از آن مرحله شما شمی پودر هل که سعی کنید خیلی در واقع تازه به شما از مغز هل حتما در داخل خانه آسیاب بکنید خیلی در واقع کیفیت شیمی شیرینی تاثیر داره. بعد از آن مرحله که کاملا سفید و خامه‌ای ببسته شما باید آرد نخوچی و آرد گندم. در شیرینی من از هر دو ترکیب آرد استفاده بکنم به خاطر اینکه در نهایت شیرینی بسیار مرغوب تری رو داریمی و در واقع وقتی که دانه های شیرینی در دست گیریم در واقع شیرینی حالت متلاشی خودش نگیره و آرد گندم کمک کرده بله حتما کمک کنه که در واقع امی شیرینی نخوچی بافت بسیار خوبی رو به خودش بگیره. بعد تناسباش به چه شکل مثلا؟ تناسبش خدمت عزیزان بگفتم به ازای در واقع هر امی آرد نخوچی که 400 گرم بود آرد گندم 100 گرم بود. پس 1:3 در واقع بله من آرد گندمی که بگفتم همش استفاده بی در عدسور ولی ممکنه شیمی آرد نخوچی همه به طور کامل استفاده نبه، باید کم کم استفاده بکنید تا اینکه در واقع شیمی ایتا گلوله منسجمی به دست ببرید که به دست نچسبه. فقط اینکه نکته اینه که خیلی نباید سعی بکنید که به خمیر در واقع آرد اضافه بکنید، کم کم و در ابتدا با لیسک به هم زنید و بعد در نهایت من با دستکش و در واقع با دست سعی کنم که امی خمیر در واقع به عمل ببرم. پس خیلی رعایت بکنید که شیمی آرد نخوچی کم کم اضافه بکنید. خب حالا یه سوال پیش آید خانم نوروزی جان، معمولا برای شیرینیان دستور خاصی داریم؟ حالا اینکه آرد از الک رد کنیم، آرد نخوچی هم باید از الک رد کنیم؟ حتما این در واقع مهمتر از هر آرد دیگه هستی که حتما آرد نخوچی باید حتما الک رد از الک حریر رد بکنید تا اینکه کاملا شیرینی در نهایت کیفیت مطلوبی بداره. خب در بعض صورت در واقع همان ایتا خمیر منسجمی داریم که البته چون در واقع این روغن اگر زیاد به هم نخورده ممکنه که کیفیت لازم نداره، ولی اینکه من نمونه آماده شده خمیره که در واقع
به چه صورت باید داده خدمت عزیزان نشان دهم. به این صورت ایتان در واقع خمیر ایسته که کاملا منسجم ایسته و شما آن خمیره باید وقتی که تهیه کنیدی در داخل یخچال یا ایتان محیط خنک به مدت یک شب حتما استراحت بدید و بعد از اون مدت شما از خمیر تنیدی گلوله های 7 گرمی تهیه بکنید و روی سینی فر کاغذ روغنی قرار دهیدی و شبی گلوله های از شیرنی در روی کاغذ روغنی با فاصله قرار دهیدی و اینکه تنیدی با هر وسیله‌ای مثل ماسوره های در واقع آشپزی یا شیرینی پزی روی اون در واقع نقش بدید. من خواهیم که در واقع اکار خدمت عزیزان نشان بدم. برای اینکه امی گلوله های شیرینی همه یک اندازه ببه، من از این قاشق چای خوری به عنوان معیار خودم استفاده کنم دارم و در واقع خمیر با این قاشق چای خوری پیمانه کنم در واقع که در واقع امی شیرینی ها همه یک دست و یک اندازه ببه. به صورت شیرینی در کف دست کامل کنم و با یک از سرماسورهی که در واقع سرماسوره ساده ایسه طرحی به هر دلخواهی که شما دوست داریدی تنیدی در روی شیرینی قرار بدید و در داخل فر 170 درجه به مدت 13 دقیقه قرار دهید تا شیرینی در طبقه وسط کاملا پخته بشه. البته شما احساس کنید بعد از 13 دقیقه به انقدر که از شیرینی نرم و لطیفه آدم احساس به اشتباه توجه که ممکنه شیرینی خام بشه و نپخت هنوز پخت کامل انجام نبه، ولی اینکه بعد از اینکه از فر بیرون ببردید به هیچ وجه نباید شما اصلا به شیرینی دست بزنید، حتی به مدت 4 تا 5 ساعت اجازه بده که کاملا خنک بشه و بعد به آرامی از کاغذ روغنی تنید جدا بکنید و مصرف بکنید. درسته، خیلی خوب. پس این یکی از علتهایی که معمولا خانم هم وقتی که شیرینی چک کنید و همون لحظه دوست دارید از کاغذ جدا بکنید، شکستگی و خرد شدگی تو شیرینی به وجوده. این قلقش و 4-5 ساعت فرصت بدید. دقیقاً. اما مسئله در مورد شیرینی نخوچی بسیار حساسه، اصلا شما نباید 4 تا 5 ساعت به شیرینی دست بزنید و اجازه بدید کاملا خنک بشه. برای طرز تهیه روغن جامد آشپزخانه با همزن به مدت 1 تا 2 دقیقه زنیم تا بافتش باز بشه و بعد پودر قند علف بوسه اضافه کنیم و به مدت 20 دقیقه زنیم تا کاملا سفید و خامه‌ای بشه و بعد از اون پودر هل اضافه بشه. سعی بکنید پودر هل در منزل تهیه بکنید تا عطر بوی ویژه‌ای بداره و بعد از اون آرد نخوچی و آرد گندم باید اضافه بکنیم. شیمی آرد گندمی که من در دستور گفتم حتما اضافه کنید به طور کامل، ولی آرد نخوچی کم کم اضافه کنید تا ایتگلوله از خمیر منسجم بشه و در واقع به شیمی دست نچسبه، ولی سعی بکنید که خیلی مواظب بشید و کم کم اضافه بکنید. البته بیش از حد نباید اصلا شیمی خمیر ورز بدید، ممکنه که به روغن دکفه و شیمی خمیری که آماده بکنید یک شب در داخل یخچال استراحت بدید. اگر شیمی خمیره به مقدار زیاد خرید تهیه بکنید، بعد از یک شبی که از یخچال خارج کنید تنید از چرخ گوش رد بکنید، ولی اگر در هم مقدار خانگی خرید تهیه بکنید نیازی به چرخ بودن نره و بعد از اینکه از یخچال خارج بکنید این ورز خیلی کم بدهید تنیدی از شیمی خمیر در واقع گلوله های 7 گرمی تهیه بکنید در روی سینی فر که کاغذ روغنی قرار بدهید، شیمی گلوله های شیرینی در واقع قرار دهید و با این وسیله مثل سرماسوره های آشپزخانه یا هر وسیله‌ای که دوست دارید آن رو ترتا بدهید و خلال دندانه در روی شیرینی ها قرار دهید و بعد در داخل فر قرار دهید، در داخل فر 170 درجه به مدت 13 دقیقه. سعی بکنید حتما از تایم رعایت بکنید و سر تایم سر از زمان هم از داخل فر خارج بکنید و حدود 3 تا 4 ساعت اجازه بدید تا کاملا شیرینی خنک بشه و بعد اون رو تنیدی از کاغذ شیرینی پزی جدا بکنید و برای مصرف استفاده بکنید. فقط یک نکته دیگه این که شما اگر نخواهید که شیمی شیرینی به صورت در واقع به صورتی که من آماده بکنم تهیه بکنید، تنیدی شیمی خمیر بر روی سطح کار شما به ضخامت 1 سانتی متر با وردنه باز بکنید و بعد از کاترهای در واقع مخصوص نخوچی که گل‌های 4 پریسه استفاده بکنید. فقط ضخامت شیرینی حتما باید 1 سانتی متر، یعنی اینکه شیرینی نخوچی ارتفاعش از سایر شیرینی‌ها یک مقدار بیشتره و کاتر زنیدی و شیمی شیرینی با دقت در داخل سینی فر منتقل کنید.
خیلی ممنونیم خانم نوروزی عزیز. خانم نوروزی سوال داشتیم که در مورد چرخ کردن خمیر نخودچی بود. خانم دادرسان از تهران زحمت بکشید امر رو سکوتید و شما جواب بدید. ان شاءالله که بیننده واستیوید و متوجه به واستیوید خوشایند جواب سوالا. و اما علیزاده از لنگ رود بفرمایید از کره حیوانی جای روغن تنیم استفاده بکنیم یا نه جوابش بشه. بله اتفاقا سوال بسیار خوبی است. اگر دوست دارید که شیرینی با کیفیت تری بدارید، تنیدی شیمی ام مقدار روغنی که من در دستور فایدم نصف بکنید و نصفش از کره حیوانی استفاده بکنید. فقط نکته قابل توجه، برای استفاده از کره حیوانی حتما باید دوغ کره گرفته بشه. برای گرفتن دوغ کره حیوانی هم شما شیمی کره در داخل ایت ظرف روی حرارت خیلی ملایم اجازه دهید تا کاملا ذوب ببه و بعد در یخچال نهیدی تا کاملا دوباره خودش بگیره و دوده. وقتی که خواهیدی از ظرف خارج بکنی در واقع او دوغ کاملا در ته ظرف جمع به حالت ایسته که در واقع گیردی دوغی گرفتن از کره و باعث به که شیمی شیرینی بعد از 3-4 روز او طعم تازگی و در واقع خوشمزگی خودش رو بداره و در کیفیت شیرینی بسیار تاثیر داره. خیلی ممنونیم. و اما بشیم اصفهان، سوال خانم رنجبا را جواب بدیم. بفرمایید از شیرینی مایکروفردون چک کنم خوشگواست، طعم سوختگی ده، علت و راهکار در عرض 20 سال. ده خودش هم بگفتید حتما درجه حرارت ماکروفر را رعایت نکنید که بسیار حتما زیاد بود. برای شیرینی در ماکروفر باید حدود 150 درجه قرار بدید و زمانش هم دیگه از 10 درجه از 10 دقیقه به اون طرف شیمی حواس باید کاملا جمع بکنید و در واقع دقت. خیلی ممنونم خانم نوروزی.